سرخط خبرها. ترامپ گفت پیروزی هریس منجر به جنگ جهانی سوم می شود. حزب الله از انهدام تجهیزات جاسوسی پایگاه هوایی مرون خبر داد. بازداشت 65 عضو مرتبط با داعش در ترکیه. تصمیم پوتین برای گرفتن انتقام سخت از اوکراین. سفیر روسیه میگوید امکان گسترش تنوع تسلیحات ارسالی آلمان به اوکراین وجود دارد. به کانال انفو تیوی خوش آمدید. ترامپ گفت پیروزی هریس منجر به جنگ جهانی سوم می شود. نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که در صورت پیروزی نامزد دموکرات ها این کشور آینده‌ای نخواهد داشت و جهان به جنگ کشیده می شود. گروه بین الملل خبرگزاری فارس. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا بار دیگر به کامالا هریس نامزد دموکرات این انتخابات حمله کرد. ترامپ بامداد جمعه وعده کنایه آمیز هریس مبنی بر همنشین نشدن با دیکتاتورهایی مانند سران روسیه، چین و کره شمالی را به ساخره گرفت. او در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق نوشت: ما هیچ آینده‌ای با کامالا هریس کمونیست نخواهیم داشت، زیرا او ما را وارد جنگ جهانی سوم خواهد کرد. ظالمان جهان هرگز به او احترام نخواهند گذاشت. رئیس جمهور سابق آمریکا که خود را دارای روابط خوب با سران کشورهای روسیه، چین و کره شمالی می‌داند، با انتقاد از سخنرانی هریس در کنگره ملی دموکرات‌ها گفت: او از چین صحبتی نکرد، او به روسیه و اوکراین اشاره‌ای نکرد، مسائلی که در حال نابودی کشور ما هستند. ترامپ همچنین افزود: تحت رهبری آنها، دموکرات‌ها 60 میلیون نفر در ایالات متحده زیر خط فقر زندگی می‌کنند و او حتی به آنها اشاره‌ای نکرد. خبر دوم. حزب الله از انهدام تجهیزات جاسوسی پایگاه هوایی مرون خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان به دنبال حمله موشکی صبح امروز جمعه به پایگاه هوایی مرون در شمال فلسطین اشغالی خبر داد تجهیزات جاسوسی این پایگاه منهدم شده است. گروه بین الملل خبرگزاری فارس. جنبش حزب الله لبنان اعلام کرد در حمایت از مردم و نیروهای مقاومت فلسطین و در پاسخ به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به روستاهای جنوب لبنان، پایگاه هوایی مرون در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان خبر داد در این عملیات تجهیزات جاسوسی واحد مراقبت هوایی و اداره عملیات‌های هوایی پایگاه مرون منهدم شده است. حزب الله بدون اشاره دقیق به سلاح استفاده شده در این عملیات تنها اضافه کرد در این عملیات از سلاح‌های مناسب استفاده شده است. رسانه‌های اسرائیلی صبح امروز تصاویری از لحظه اصابت چند موشک به پایگاه هوایی مرون در شمال فلسطین اشغالی منتشر کردند. یک منبع امنیتی رژیم صهیونیستی به رادیو ارتش اسرائیل گفت که چند موشک صبح امروز به این پایگاه اصابت کرده است. منابع اسرائیلی مدعی شدند حزب الله در این عملیات از موشک‌های زدزر استفاده کرده است. خبر سوم. بازداشت 65 عضو مرتبط با داعش در ترکیه. وزیر کشور ترکیه خبر داد نیروهای امنیتی این کشور 65 عضو مرتبط با سازمان تروریستی داعش را دستگیر کردند. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس. علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه صبح امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق نوشت نیروهای امنیتی این کشور این 65 نفر را طی چند عملیات در هفته استان ترکیه دستگیر کردند. یرلی کایا در این اطلاعیه همچنین اشاره کرد استانبول و آنکارا از جمله استانهایی بودند که تعدادی از این افراد در آنجا بازداشت شدند. او در ادامه ضمن تبریک به نیروهای امنیتی که در این عملیات‌ها نقش داشتند، گفت این مبارزه تا زمان دستگیری آخرین تروریست ادامه خواهد داشت. این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی ترکیه افراد مرتبط با سازمان تروریستی داعش را در این کشور دستگیر می‌کنند. وزارت کشور ترکیه طی ماه‌های گذشته از چندین عملیات برای دستگیری نیروهای داعشی خبر داده است. خبر چهارم. تصمیم پوتین برای گرفتن انتقام سخت از اوکراین. سفیر روسیه در آمریکا آناتولی آنتونوف میگوید که رئیس جمهور این کشور تصمیم خود را برای تلافی کردن حمله اوکراین به کورسک گرفت.
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس. آنتونوف اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دولت تصمیم خود را برای پاسخ گفتن به حمله اوکراین به خاک روسیه اتخاذ کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، سفیر روسیه در آمریکا به خبرنگاران گفت که دولت روسیه تصمیم خود را در مورد پاسخ به حمله کیف به منطقه مرزی کورسک روسیه گرفته است و انتقام سختی خواهد بود. آنتونوف افسود، صادقانه به شما میگویم که رئیس جمهور این تصمیم را گرفته است. من کاملا متقاعد هستم همه کسانی که مسئول حوادث در منطقه کورسک هستند به شدت مجازات خواهند شد. ارتش اوکراین در یک حمله غافلگیرانه وارد استان مرزی کورسک روسیه شد و بر تعدادی شهرک و روستای روسیه مسلط شد. این در حالی است که سفیر روسیه میگوید امکان گسترش تنوع تسلیحات ارسالی آلمان به اوکراین وجود دارد. تهران، ایرنا، سرگی نچایف سفیر روسیه در آلمان اعلام کرد که ممکن است برلین تنوع تسلیحات ارسالی خود به اوکراین را نسبت به گذشته گسترش داده و از جمله خودروهای زرهی جدیدتری به این کشور ارسال کند. به گزارش بامداد شنبه ایرنا، به نقل از خبرگزاری تاس، سفیر روسیه در آلمان در مصاحبه با کانال تلویزیونی راشا 24 با اشاره به اینکه شخصیت‌های جنگ طلبی در دولت آلمان وجود دارند که به دنبال گسترش تنوع تسلیحات ارسالی از سوی این کشور به اوکراین هستند، گفت من نمی‌توانم تضمین کنم که لیست تسلیحات و از جمله خودروهای زرهی ارائه شده از آلمان به اوکراین گسترش نخواهد یافت. نچایف در ادامه با بیان اینکه مردم آلمان با تصمیم دولت این کشور مبنی بر تأمین سلاح برای اوکراین مخالف هستند، اظهار کرد به عقیده بسیاری از آلمانی‌ها ارسال تسلیحات برای کیف نه تنها منجر به تشدید جنگ در اوکراین خواهد شد، بلکه هزینه هنگفتی به بودجه دولت آلمان تحمیل خواهد کرد، در حالی که این پول می‌تواند برای اهداف صلح‌آمیز استفاده شود. این دیپلمات روس در ادامه با اشاره به مخالفت‌هایی که از سوی بسیاری از آلمانی‌ها و برخی از شخصیت‌های سیاسی این کشور بر سر ارسال سلاح‌های آلمانی به اوکراین وجود دارد، خاطرنشان کرد در مورد گسترش تنوع تسلیحات ارسالی آلمان به اوکراین هم به دلیل وجود همین مخالفت‌ها بحث‌ها ادامه دارد و هنوز این امر قطعی نشده است. به گزارش ایرنا، رئیس جمهور روسیه 21 فوریه 2022 با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. ولادیمیر پوتین 3 روز پس از آن، پنجشنبه 24 فوریه نیز عملیاتی نظامی که آن را عملیات ویژه خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو کیف به رویارویی نظامی تبدیل شد. آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کیف ارسال کرده‌اند. سپاس فراوان که من را تا این دم همراهی کردید. لایک، اشتراک ویدیو و سابسکرایب را فراموش نکنید.